درود بر همراهان گرامی، امروز میخواییم درباره جنبش زن زندگی آزادی که از سالگردش عبور کردیم صحبت بکنیم. حالا این روزها خیلی ها معتقدن که این جنبش دستاورده های گرانبهایی داشته و اساسا بی بازگشته. ما وارد یک دوره تاریخی شدیم، یک دوره تاریخی پشت سر گذاشته شده و وارد یک دوره تاریخی جدید شدیم، یک نقطه عطف در تاریخ ایران. این جنبش چه دستاوردهایی داشته و چه چالشی؟ همراه هستیم با فریدا آفاری، با او گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم آفاری. سلام بر شما سعید افشار. خب همینطور که گفتم، جنبش زن زندگی آزادی که یک جنبش انقلابی بود و تاثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی جامعه ایران، علی‌رغم این که رژیم جمهوری اسلامی نمایش اعتماد به نفس میده و احساس پیروزی میکنه، خیلی معتقدن که این جنبش شکست نخورده و شکست نخواهد خورد. و اساساً آنچه که پشت سرمان بی بازگشته و رو به آینده داره. از نظر شما دستاوردها و چالش‌های این جنبش چی هست؟ از دستاوردها شروع بکنیم. شما کلاً نگاهتون به این جنبش چگونه است؟ به عنوان یک فمینیست و دستاوردهای اون رو به لحاظ سیاسی و فرهنگی چه می‌دونید؟ ممنونم. به نظر من مهمترین دستاورد جنبش اینه که مسئله حقوق زنان هدف این جنبش بوده و این در تاریخ ایران واقعا بی سابقه است. حضور فعال زنان کرد، زنان بلوچ، حضور فعال زنان و مردان با هم در تظاهراتی که هدفش حقوق زنان بوده و اینکه کل جامعه رو در بر گرفت این اعتراضات. درسته که از نظر تعداد میلیونی نبود، ولی وسعت جامعه ایران رو در بر گرفت. شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، روستا، میانگین سنین تظاهر کنندگان بین 15 تا 20 بود و طبقه کارگر هم در بر گرفت. یعنی وقتی نگاه میکنیم به کاری که مادر ستار بهشتی انجام داد، گوهر عشقی که جلوی ویدیو روسریش از سرش برداشت و از جوانا خواست که انقلاب کنن و گفت ما چیزی برای از دست دادن نداریم، این واقعا یک کار استثنایی بود. جوان ها سعی کردن تفکیک جنسیت زدائی کنن در دانشگاه ها. زنان بلوچ همونطور که بیشتر اشاره کردم خواسته های فمینیستی مطرح کردن در بیانی های گروه دستگوهران که خواسته های بسیار رادیکال و استثنایی بوده. و بازم تاکید میکنم حضور فعال زنان کرد، اصلا چیزش در کردستان آغاز شد، اهمیت زنان زندانی سیاسی، خواستهایی که اونا مطرح کردن که مسئله مخالفت با حجاب اجباری رو از مخالفت با خشونت دولتی، خشونت جنسی، اعدام و شکنجه جدا نکردن. ما فعالان دیگر باش جنسی رو داشتیم که در این جنبش شرکت کردن، خواستهاشون رو مطرح کردن. حمایت کارگری داشتیم، یعنی فراموش نکنیم که کارگران قراردادی شرکت نفت دو بار سعی کردن اعتصاب کنن در حمایت از این جنبش و هر دو بار هم سرکوب شدن. معلمان، بازنشستگان، کارگران هفت تپه، کامیونداران، خیلی از مغازه‌داران خصوصا در کردستان اعتصاب عمومی کردن و کلن جوانانی که در این اعتراضات شرکت میکردن مسئله
نظام آموزش و پرورش رو زیر سوال بردن، یعنی نظام آموزش و پرورشی که مبتنی بر اقتدارگرایی و جزمندیشیه، اینا رو زیر سوال بردن. ولی به نظر من مهمترین دستاورد اون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی بود که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر شد و خواسته های بسیار رادیکالی مطرح کرد، نه فقط خواسته های در مورد حقوق کارگری، بلکه حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی، حقوق اقلیت های ملی و مذهبی و مسئله فراروی از سلطه رو مطرح کرد. یعنی گفت که اگر بتونم اینو پیدا کنم من برای شما، در انتهای اون منشور، یا شاید هم انتهاش نباشه، در این یه نقل قولی از منشور که گفتن که این جنبش بران است و برای همیشه به شکلی هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلاب اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. به نظر من اصلا چنین چیزی در تاریخ ایران بی سابقه است و حالا نتیجه که میبینیم با وجود سرکوب شدید، با وجود اینکه 20,000 نفر دستگیر شدن، 500 نفر کشته شدن، 7 نفر اعدام شدن و سرکوب ها ادامه داره، این لایحه عفاف و حجاب که تصویب شده، با وجود همه اینا میبینیم که زنها با این حال بدون حجاب خیلی میان تو خیابونا و ازشون حمایت میشه از طرف جامعه و حس همبستگی با اقلیت‌های ملی ایجاد شده، کردا، بلوچا، عربا، آذریا، و احترام به زنها بیشتر شده. نمیگم که مشکل کاملا حل شده، به هیچ وجه، ولی بازم نسبت به گذشته احترام به زنها بیشتر شده. بنابراین به نظر من همه اینا دستاوردهای بسیار مهمیه و امیدوارم کمک کنه به اینکه جنبش ادامه پیدا کنه. خانم ولی شما اشاره کردیم که در واقع خواستهای زنان در مرکز و محور این جنبش انقلابی بود. میشه از این اصطلاح هم به کار استفاده کرد یا بعضی ها به کار گرفتن؟ انقلاب فمینیستی، انقلاب زنانه. من حقیقتش یه مقاله در این مورد نوشتم به انگلیسی و استدلالم این بود که میتونیم بگیم که ابعاد فمینیستی داره این جنبش، ولی هنوز نمیتونیم بگیم که انقلاب فمینیستی شده، برای اینکه انقلاب فمینیستی لازمش اینه که حقوق زنان واقعا در جامعه، لااقل حقوق مدنیشون کاملا به رسمیت شناخته شده باشه و جا بیفته، و اینکه رابطه جنسی خارج از ازدواج هم کاملا مجاز باشه و زنان نگران این نباشن که اگر خارج از ازدواج رابطه جنسی داشتن، بعداً برای اینکه بخوان ازدواج کنن باید این مسئله رو پنهان کنن. و به نظر من از اون لحاظ نمیتونیم هنوز بگیم که انقلاب فمینیستی، ولی به هر حال این جنبش صرفا نباید دستاوردهای جنبش رو با این که به قدرت سیاسی دست پیدا میکنه تعریف کرد. انقلابات وجوه مختلف دارن، این شش شباهت عجیبی به رویدادهای مه 68 فرانسه داره و این یک جنبش در این حال فرهنگی هم بوده، تأثیر زیادی گذاشته توی جامعه ایران. یعنی صرفا از یک طرف با حاکمیت درگیر بوده، از یک طرف دیگه با اقشار سنتی جامعه، اونها هم به نظر من تأثیر گرفتن. از این نظر میگم که تأثیر زیادی گذاشته و دستاوردی داشته، شاید این دستاوردش به مرور نمایان بشه و بازنمایی بشه. امیدوارم. من با شما موافقم که تأثیرات فرهنگی بسیار داشته، ولی
امیدوارم که چنین که شما میگین ما در این مسیر باشیم که انقلاب فمینیستی رو واقعا ببینیم. خب حالا از چالش ها صحبت بکنیم. به هر حال این جنبش هم با چالش های درونی روبرو بود و هم با چالش های بیرونی. اگه بخواید هم یک کنگاهشی بکنید در درون و هم به بیرون نگاهی بیندازین، چالش های پیش که این جنبش باش روبرو بود چه بود و چه چالش هایی در آینده باش روبرو خواهد بود؟ بله. به نظر من چالش اصلی اینه که ما مبارزه خودمون رو در بستر جهانی ببینیم، در شرایطی که اقتدارگرایی و فاشیسم در کل جهان رو به رشده و در غرب، در شرق، و در این حال هم جنبش‌های علیه اقتدارگرایی حضور دارن و آگاه باشیم از اینکه برای مبارزه با این اقتدارگرایی چی کار میتونیم بکنیم. در وهله اول به نظر من باید با ناسیونالیسم ایرانی مقابله کرد، یعنی ناسیونالیسم ایرانی شیعه محور و مردسالار، چه از نوع جمهوری اسلامیش باشه، چه از نوع سکولار سلطنت طلبش، چه از نوع سکولار غیر سلطنت طلبش. این در واقع نماد اقتدارگرایی در جامعه ایران. و یکی از جوانب مقابله با این ناسیونالیسم ایرانی اینه که ما با مبارزات مردم کشورهایی که جمهوری اسلامی در اون در حال حاضر دخالت نظامی مستقیم یا غیر مستقیم انجام میده ابراز همبستگی کنیم، یعنی سوریه، عراق، لبنان، اوکراین، البته کشورهای دیگه هم هستن که ایران درشون دخالت میکنه از لحاظ سیاسی، حالا نه لزوما نیروی نظامی، ولی مسلما سوریه، عراق، لبنان و اوکراین. و این رو در واقع در بخشی از مقابله با امپریالیسم ببینیم، یا هم که هم امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم اسرائیل، امپریالیسم روسیه، امپریالیسم چین، اینا همه نقش دارن در ایران. و بنابراین یه بخش موضوع اینه وقتی صحبت از چالش میکنیم و مبارزه علیه اقتدارگرایی فزاینده در سطح جهانی. یه بخش دیگرش اینه که بتونیم بدیل هم کوتاه مدت و هم دراز مدت ارائه بدیم در شرایط کنونی در برابر جمهوری اسلامی و هر گونه اقتدارگری. ولی خب شکی نیست که جمهوری اسلامی باید برانداخته بشه. من تا وقتی که جمهوری اسلامی با برجاست که ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم در واقع، چون سرکوب انقدر زیاده که افراد نمیتونن نفس بکشن. ولی مسئله این که خب چه بدیل کوتاه مدتی میتونیم ارائه بدیم، چه بدیل دراز مدتی. و بدیل کوتاه مدت به نظر من لازمش اینه که به یه نوعی ما تکثر هم حقوق زنان رو البته به رسمیت بشناسیم، یعنی تمام اون خواسته هایی که در بیانیه های فمینیستی و منشور مطالبات حد اقلی مطرح شده در مورد حقوق زنان، هم تکثر زبانی و فرهنگی اقلیت های ملی در ایران رو به رسمیت بشناسیم و حقشون برای نقش داشتن در تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع طبیعی در مناطقشون و حفظ محیط زیست، چون اینا واقعا با هم مربوطن، نحوهی که استفاده میشه از منابع طبیعی و منابع طبیعی حفظ میشن. و در واقع نوعی از دولت رو بخوایم که هم از حقوق زنان حمایت کنه، دگرباشان جنسی، کارگری، حق تشکیل اتحادیه، اعتصاب و
و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و زبانی. حالا این میتونه یه نوعی از فدرالیسم باشه، هرچی هست. به نظر من این واژه فدرالیسم رو نباید بذاریم کنار، ولی باید بگی حالا اگرم نمیخوایم اسمش رو بذاریم فدرالیسم، باید مشخصا در این بدیل کوتاه مدتی که مطرح میشه روشن بشه که چطور این تکثر فرهنگی و زبانی و حق کنترل منابع طبیعی و استفاده از منابع طبیعی و حفظ منابع طبیعی به رسمیت شناخته میشه. خب دراز مدت به نظر من باید اذعان کنیم که دموکراسی لیبرالی در حال افوله، یعنی برای مقابله با اقتدارگرای فاشیست حتی کشورهایی که الان دموکراسی لیبرالی درشون حاکم مثل آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، اینا هم واقعا نمیتونن مقابله، یعنی به سختی دارن، نمیگم نمیتونن ولی به سختی دارن مقابله میکنن با ظهور این گرایش‌های فاشیستی. و بنابراین اذعان کنیم به این که این مشکل وجود داره در سطح جهانی و بنابراین بدیلی که دراز مدتی که در برابر اقتدارگرایی بخوایم بپرورونیم باید بدیلی باشه علیه سرمایه‌داری، علیه مشخصا بیگانگی در سرمایه‌داری، شیوه تولید کار بیگانه شده، تأثیرش بر تمام مناسبات جامعه و مسئله سلطه که به نظر من از این ناشی میشه. البته پیشا سرمایه‌داری هم هست، ولی سرمایه‌داری با نظام تولیدش و کلن تأثیری که بر مناسبات اجتماعی میذاره، این مناسبات مبتنی بر سلطه رو تقویت میکنه. و من اینجا نمیتونم به جزئیاتش بپردازم، در کتابی که اخیراً منتشر کردم فمینیسم سوسیالیستی، رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی، دو فصل مشخص و اختصاص دادم به مسئله بدیل سرمایه‌داری، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فلسفی، که در یه مصاحبه دیگه که با شما انجام دادم یه مقدار بیشتر به جزئیاتش پرداختم. و به نظر من این کاری است که واقعا باید انجام بدیم و این فقط مختص ایران نیست، یعنی وقتی صحبت از بدیل سرمایه‌داری میکنم، بدیل نژادپرستی، بدیل مردسالاری، بدیل همجنسگرا ستیزی، اینا یه هدف جهانی باید باشه. اینا فقط در سطح جهانی و در سطح همبستگی جهانی میتونه اعمال بشه، در غیر این صورت در یک کشور تنها هم امکان پذیر نیست. یعنی شما معتقدین که در این جنبش زن زندگی آزادی باید بدیل داشت، یک چشمانداز روشن داشت و بدیلش هم ضد سرمایه داری باید بشه. خب منشورها تا اندازه‌ای چنین فضایی رو آفریدن و چنین تصویری رو ارائه کردن منشورها، ولی فکر میکنید که اینها به لحاظ تعادل قوای جهانی و تعادل قوا در خود داخل ایران، اینا در سطح بیان آرمان هاست یا یک بدیل که پیش روی پراتیک امروز ما هست، یعنی عملی میشه؟ بله، منشور اهداف بسیار مهم، آرمان های بسیار مهمی رو مطرح کرده، ولی نشون نداده که ما چطور میخوایم به این آرمان ها برسیم. و از این روز که من میگم ما هم احتیاج به بدیل کوتاه مدت داریم، هم احتیاج به بدیل دراز مدت، و نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. ولی به نظر من منشور شروع بسیار خوبیه. خب چشم‌انداز خود این جنبش رو چجوری میبینید؟ در حال حاضر متاسفانه سرکوب انقدر شدیده که خب اعتراضات مردمی خیلی دشوار شده، ولی به نظر من لااقل بیانیه میشه صادر کرد در شرایط کنونی، یعنی گروه های جوانان، همون گروه هایی که منشور رو منتشر کردن میتونن الان بیانیه صادر کنن، و خصوصا به نظر من مهمه که بیانیه صادر کنن در حمایت از
مردم سوریه که اخیراً دوباره به پا خواستن علیه رژیم بشار اسد، در حمایت از مردم اوکراین که با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی الان دارن نابود میشن، موشک‌ها و پهپادهایی که ایران برای روسیه میسازه، در حمایت از مبارزات مردم عراق علیه دولتی که واقعاً ایران پشتش ایستاده، و مبارزات مردم آمریکا علیه نژادپرستی. ما الان در آمریکا یه جامعه دو شقه داریم، یه بخش عظیمی از جامعه مدافع ترامپ، 75 میلیون نفر به ترامپ رای دادن در انتخابات پیشین و آشکارا از نژادپرستی و سرمایه‌داری خودخواهی و و منافع شخصی در خیلی محدود خودشون و نظام سرمایه‌داری حمایت میکنن، ولی میلیون ها نفر هم داریم که مخالف ترامپ و مخالف اقتدارگرایی هستند و جنبش القای نظام زندان داریم در آمریکا، جنبش حقوق اهمیت جان سیاه‌پوستان داریم، جنبش حق کورتاژ، حق سخت جنین و حق باروری رو داریم. اینا همه جنبش خیلی مهمی هستند در آمریکا، که جنبش من هم رو داریم و میشه از ایران بیانیه صادر کرد در حمایت از این جنبش ها. و به نظر من این لااقل یه کار خیلی مشخصه برای اینکه نشون بده که یه حرکت اعتراضی در ایران در ادامه این جنبش زن زندگی آزادی زنده است و این میتونه حمایت جهانی بیشتری جلب کنه. این به نظر من یکی از مهمترین کارهاییست که الان میشه کرد، برای اینکه بدون حمایت بیشتر از لحاظ جهانی واقعا نمیشه با این سرکوب فعلی مقابله کرد، ولی خصوصا در سطح منطقه‌ای هم. یعنی جمهوری اسلامی باید تضعیف بشه. جمهوری اسلامی الان خصوصا از روسیه و چین حمایت دریافت میکنه و باید به یه نوعی این حمایتی که دریافت میکنه رو قطع کرد، هم با مردم اون کشورها باید ارتباط برقرار کرد و هم باید آشکارا مخالفت با این نظامگری رو مطرح کرد. بسیار ممنون فریده آفاری عزیز، تا فرصت دیگر که بتونیم با شما گفتگوی دیگه داشته باشیم. در همینجا بگم که یک گفتگوی دیگه با فریده آفاری داشتیم درباره کتاب جدیدشون، رویکردهای نوین به فمینیسم سوسیالیستی، که میتونید ببینید در رسانه اجتماعی، در یوتیوب و همینطور از تلویزیون که پخش خواهد شد. ممنون از شما.